حس بارونم کن. میدونم که خیلی بنده بدم، از کس دیگه به جز تو دم زدم، التماست میکنم به این شبا، ای خدای مهربون نکن ردم. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. دوست دارم به سوی تو سفر کنم، دوست دارم ز غیر تو حذر کنم، دوست دارم تو این شبای عاشقی همه عشقم و با تو سر کنم. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن. کربلا بارونم کن. دل اسیر نفس امار شده، وای که تسبیح دعام آر شده. نگاه کن بنده ی رو سیاه تو، تو دل این شب آوار شده. سلام بر سلام که نام توست ای زیباترین عالم، سلام بر تو ای ابا عبدالله، ای فرزند رسول خدا، ای فرزند امیر المؤمنین، آقا، آقای یقین. سلام بر تو ای فرزند فاطمه، سرور زنان جهانیان. سلام، سلام ای یکی یک دانه خداوند. سلام بر تو ای خون خدا، فرزند خون خدا. سلام بر تو ای تنها برگزیده مظلوم، سلام بر تو ای برگزیده مظلوم شهید. سلام بر تو و بر آن جانهایی که در تو به مقام فنا رسیدند مولا جان. سلام بر تو ای آقای مهربانی، ارباب خوبی ها. سلام بر تو و بر پدر بزرگوار تو، حبل المتین، آقای یقین، آقای ایمان، فاروق اعظم، علی ابن ابی طالب علیه السلام. سلام بر تو و بر برادر بزرگوار تو
محصول بی بدیل حبل المتین و ام البنین، آقای وفا، ارباب آب و ادب، سقای آب و ادب، عزیزترین عموی عالم، عباس زینب، زینب عباس، او که در بلندترین تل هستی ایستاده است و عاشقانه ذکر عشق میگوید، زینت پدر، زینت آل الله، بانوی صبر و ایثار، بانوی خورشید، سلام بر تو، سلام بر تو بانو حضرت زینب سلام الله علیها، سلام بر کربلا، بر این دشت نینوا، این سرزمین آلاله ها، سلام بر کربلا و بین الحرمینش، سلام بر بین الحرمین و زائرانش، سلام بر بین الحرمین و خادمانش، سلام بر بین الحرمین و فرشتگانش، فرشتگان خاکالود، فرشتگان مصیبت دیده، عزادار تا ابد، تا حضور عشق، تا حضور آقای منتظر، عزادارند و عزاداری می کنند. پس سلام به آقای منتظر، سلام بر آقای انتظار، آقا صاحب از زمان، عجل الله تعالی فرج و شریف. الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی از کنار بین الحرمین، سلامی از کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام، سلامی از کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس، خدمت شما خوبان، شما مهربانان، شمایی که مسلم دلهاتون پر از پاکی و عشق و صفا و محبت و زیبایی و سفیدیه. سلام به اون نگاه های مهربونتون که سمت ما چرخوندین، اینجا در کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین، اینجا استدیوی بین الحرمین، در استدیوی دوباره مهمونی، من به همراه همکارانم دست به سینه در خدمت شما خوبان هستیم و از این بابت بسیار خوشحالیم که مهمان خانه های گرم شما خوبان هستیم، از این که ما رو یاری میکنید، همراهی میکنید، با ما تعامل میکنید، برای ما عکس هاتون رو میفرستید، برای ما نوشته هاتون رو میفرستید و این همه محبت و بزرگواری نسبت به من و همکارانم دارید، بسیار سپاسگزاریم. اما میدانیم که همه عشق شما آقا امام حسین علیه السلام است و میدانیم همه محبت شما آقا ابوالفضل عباس علیه السلام است، که میدانیم، که میدانیم دلهای عاشق شما چطوری پر میزنه که اینجا حضور داشته باشه، میدونیم که میدونیم و میدانیم که شما چگونه دلتون میخواد اینجا حضور داشته باشید،
اینجا جور دیگر باید دید، اینجا عشق معنای دیگر دارد، اینجا عطر عاشقی فضای دیگر دارد. خوبان من، ما اینجا هر شب و هر زمان که تشرف پیدا بکنیم خدمت مولامون آقا امام حسین علیه السلام، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، مطمئن باشید من این قول رو به شما میدم که نایب و زیاره شما خوبان باشیم و از طرفش همه شما سلام خدمت اربابمون آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام میدیم. خوبان من، از اینکه ما رو همراهی میکنید، از اینکه ما رو توی خونه های گرمتون راه دادید و نگاه های قشنگتون رو به سمت ما چرخوندین بسیار سپاسگزاریم. خیلی خیلی خوش آمدید. طاعات عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند بزرگ باشد که هست مسلم. آغاز سخنمون رو مثل همیشه با کلام پر از نور، پر از عشق، پر از معنویت آقا امیر المومنین فاروق اعظم، آقای یقین، آقای ایمان، حبل المتین. چه عشقی داره وقتی لقب‌های آقا امیرالمومنین رو اینطوری بیان بکنید. و امیدوارم که شما هم این حس رو انتقال بدین وقتی که دارین کلمات آقا امیرالمومنین رو برای دیگران بازگو می‌کنید. باری آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند هر روزی را که بر انسان وارد شود گوید من روز جدید هستم. هر روزی که بر انسان وارد شود، همین روزی که میبینید صبح میشه، خورشید بیرون میاد و روز شده، اون روز میگه، حرف میزنه، من روز جدید هستم، من بر اعمال گفتار تو شاهد میباشم. سعی کن سخن خوب و مفید بگویی، کار خوب و نیک انجام دهی، من در روز قیامت شاهد اعمال و گفتار تو در آن روز هستم. و بدان امروز که پایان یابد دیگر مرا نخواهی دید و قابل جبران نیست. خود فکر کنیم این روزی که ما طلوع خورشیدش رو میبینیم و غروب خورشیدش رو میبینیم شاهد ماست، شاهد ما پیش خدای بزرگ و مهربان، که خدای بزرگ و مهربان اونجا شهادت میده که ما چه کارهای خوبی انجام دادیم، چه کارهای نیکی انجام دادیم، چه حرفای قشنگی زدیم، چه حرفای قشنگی نزدیم، چه فکرهایی کردیم، چه فکرهایی نکردیم. خوبان من، ماه مبارک رمضان آرام آرام داره تمام میشه. بیایم خودمون رو یه نگاهی بکنیم از ابتدای ماه مبارک رمضان تا به الان چه کارهایی انجام دادیم، چه کارهای قشنگی انجام دادیم که حال دلمون رو خوب کرده، چه کارهای قشنگی کردیم که باعث شده باشه به خودمون ببالیم، خوشحال باشیم، خوشبخت باشیم. مسلم زندگی مثل آسمان نیست که بذارید اینطوری بگم، زندگی آسمان نیست که گاهی تگرگ بباره و سخت باشه، گاهی باران نعمت باشه. زندگی رو بیاین مثل یک جنگل نگاهش بکنیم که پر از سبزیه، پر از چاخ و برگ‌های زیاده. اگه خواستی میتونی تو این جنگل حرکت بکنی بدون اینکه شاخ و برگ‌ها تو رو آسیب بزنه. اما اگر نخواستی، همینطور که داری قدم برمیداری و سریع رد میشی، این شاخ و برگ‌ها تو رو اذیت میکنه. پس
بیاین از توی این جنگل زندگی که داریم حرکت میکنیم شاخ و برگ هاش رو آرام کنار بزنیم تا به ما آسیب نزنه. ممکنه توی زندگی شما زلزله هم اومده باشه. حالا تعبیر و نگاه هم و واژه‌ای که زلزله به کار بردن به خاطر اینکه ممکنه شدت گرفتاری ها و مشکلات شما مثل زلزله باشه تو زندگی و ریشترش هم زیاد باشه. مهم نیست، مهم اینه که چطوری دوباره شروع میکنی، مهم اینه که چطوری دوباره داری میسازیش، مهم اینه که دنیایی که توش زندگی میکنی رو با اون زلزله که به وجود اومده چطوری شروع کردی و دوباره آجر آجر روی همدیگه میذاری تا دوباره شکل واقعی به خودش بگیره. مهم باورته، مهم شروعته. شروع یه چیزی قبلا به ما استادامون یادمون دادن و میگفتن وقتی شما یه کاری رو داری میسازی شروعت باید قوی ترین محکم ترین حالت ممکنه باشه. شروع بیایم دوباره اگر داریم شروع میکنیم شروع هامون قوی قدرتمند و محکم باشه. انشالله که شروعهای زندگیتون، یعنی شروعهایی که همواره دارین شروعهای جدید میکنید، پر باشه از برکت، نور، عشق، رنگ خدای بزرگ و مهربان. شبها نکردم من مهربان تر از
پیدا نکردم. بسمک یا الله، یا رحمان و یا رحیم. بسمک یا الله، یا کریم و یا مقیم. بسمک یا الله، یا علیم و یا حلیم. بسمک یا الله، یا خالق کل مخلوق. یا رازق کل مرزوق. یا مالک کل مملوک. یا کاشف کل مکروه. یا فارج کل مهموم. یا راحم کل مرحوم. یا ساتر کل معیوب. یا ملجأ کل مطروب. کلیپ بسیار زیبایی رو که مشاهده کردید، دوست خیلی خوب من آسد محمد احمدی عزیز این کلیپ رو ساختن و بسیار هم زیبا بود. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. اما بیاین بریم در خونه آقا و مولامون، آقا صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. آقا آمدم بیا فدایت شوم، بیا. میدانم بالاخره یک روز جمعه میآید که تو میایی. سکوت و سکوت و عشق، نگاه و نگاه و عشق. ضربان قلبم، روی ماهت، حال دلم، آخ حال دلم چقدر خوب میشود وقتی تو باشی. بیا فدایت شوم، هوای حوصله‌ام ابریست، پس آسمان ذهنم چیزی جز ابر نمی‌بینی. ابرهای سیاه نبودنت بدون قطره نم آرامش مشوشند. تمام گزارشات هواشناسیم هوای حوصله‌ام را ابری دانستند. شاید ابرهایی که تو خورشید پشت آنهایی. ابرها که کنار بروند، تو خورشید منی، تو خورشید مایی، تو عشق مایی، تو همه نگاه مایی. پس خوبان من، بیایم از ته 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 قلبمون، از تمام وجودمون دعا کنیم. دعا کنیم برای ظهور مولامون آقا صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. دست های قشنگتون رو بالا بیارین، دست های سفیدتون رو بالا بیارین و با تمام وجودتون دعا کنیم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. إلهي عظم البلاغ وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد
أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أغرق يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاب 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. خیلی خیلی خوش آمدید به دوباره مهمانی. امیدوارم طاعات عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. امروز روز شنبه است و ما شنبه ها اگه خاطرتون باشه میریم زیارت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. یه نکته من برای شما خوبان بگم، خیلی قشنگه. مثل دیشب، یعنی شام جمعه که شب شنبه میشه، حرم آقا ابوالفضل عباس قوقاییه، خیلی زیباست. این شکلی براتون بگم، تا اونجایی که من دارم میبینم، پدرها دست پسراشون رو میگیرند و میارن حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. خیلی قشنگه. و یادشون میدن فرزندم وفا رو از آقا عباس یاد بگیر، عشق به برادر رو از آقا عباس یاد بگیر، عشق به پدر مادر رو از آقا عباس یاد بگیر. عباس جان. و من میبینم این بچه های کوچولو بزرگ خیلی خیلی جالب با عشق ذریح آقا ابوالفضل علیه السلام رو میگیرن و بسیار زیباست. و من اونجا میشینم و فقط حرکات این بچه ها رو میبینم که چطوری عشقشون رو نثار آقا ابوالفضل عباس میکنن. یعنی این رسم و این اتفاقی که داره میفته بسیار قشنگه. و من دیشب یه نگاه دیگری، یک اتفاق قشنگ دیگری دیدم که خیلی حال دلم رو خوب کرد. دو تا برادر کوچولو که همراه پدرشون آمده بودن کنار ذریح و بارگاه آقا ابوالفضل عباس و یه مقدار شلوغ بود. برادر بزرگتر داشت جا باز میکرد که برادر کوچیکتر رو هل بده جلو که بره ذریح آقا ابوالفضل علیه السلام رو ببوسه و من عشق کردم. بسیار زیبا بود که برادر، جفتشون کوچولو بودن اما یک کم بزرگتره، داشت تلاش میکرد که برادر کوچیکه بره جلو و ذریح آقا ابوالفضل رو ببوسه. خیلی فرهنگ قشنگیه اینجا توی کربلا و توی این آدمهایی که اینجاست که یاری و
کمک میخوان از آقا ابوالفضل که یادشون بده اون اخلاقهای زیبا و زیبا و زیبا و زیبا رو به هم دیگه. بیاییم بریم حرم آقا ابوالفضل علیه السلام، دلهای عاشقتون رو روونه کنید، کبوترهای دلتون رو پرواز بدین که بریم دور گنبد و بارگاه آقا ابوالفضل لباس علیه السلام چرخ بزنیم، چرخ بزنیم و عاشقانه هامون رو نثار مولامون کنیم. بفرمایید، بفرمایید عشق، بفرمایید مهربانی، بفرمایید بهشت، اینجا دربی از بهشت است. بفرمایید بریم، اینجا درب ورودی حرم آقا ابوالفضل لباس علیه السلامه. سر بر این آستان بذارید، نیت کنید، بیاییم به نیت آقا امام زمان وارده حرم آقا ابوالفضل لباس بشیم. نیت میکنیم آقا مولا عباس زینب، ما به نیت آقا امام زمان وارد میشیم که انشاءالله صله ها و مهربانی ها و هدیه هات رو بر ما بیشتر کنی. بیاییم وارد بشیم. گرفتارا، دردمندا، حاجتمندا، بیاین این ذریح و این بارگاه و این صحن و این صحن زیبا رو ببینید، این صحن زیبا رو ببینید و لذت ببرید. ایوون طلای آقا ابوالفضل لباس شبیه و عین ایوون طلای آقا ابوالفضل، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. ایوان نجف رو دیدین؟ این عین ایوان نجفه. سلام آقای من، آقای وفا، ارباب خوبم، ارباب آب و ادب، خوبان من، بیاین وارد بشین در کنار ذریح آقا ابوالفضل عباس. بیاییم دست هامون رو گره بزنیم در ذریح و بارگاه آقا ابوالفضل عباس و ازشون بخوایم آقای من، اونایی که مریض دارن، اونایی که گرفتارن، اونایی که دختر دارن، پسر دارن، مشکلات دارن، اینجا وقتشه، اینجا زمانشه. شمایی که آرزو دارین این ایوون طلا رو ببینید، این ذریح مبارک رو ببینید، الان وقتش از آقا بخواین. مولای من آمده این بهر گدایی، ما سائل شماییم آقا، ما گدای شماییم، دست هامون خالی است، آمده این بهر گدایی. مولای من تو را به جان زینب، تو را به جان آقا امام زمان نگاه ویژه‌ای به ما بکنید مولا جان. آقا جان بهر امید در این خانه آمده ایم. بذارید براتون یه تیکه روزه بخونم. البته من با زبان خودم این روزه رو میگم، آقا بپذیر از من. زمانی که آقا ابوالفضل عباس همین جایی که الان هست، آقا ابوالفضل عباس آخرین نگاه ها و آخرین لحظات رو داشتند، آقا امام حسین علیه السلام بر بالین آقا ابوالفضل عباس حضور پیدا کرد. آقا ابوالفضل عباس به محض اینکه آقا امام حسین رو دیدند گفتند مولا جان اوفی، اوفی در زبان عربی یعنی وفا کردم. ای وای من، حالا چرا این اوفی رو گفتن؟ من برای شما میگم چرا گفتن. وفا کردم به این دلیل بود که اون ملعون ها نامه آورده بودن که آقا ابوالفضل بیا به طرف ما. آقا ابوالفضل لباس به خاطر این کار خجالت کشیده بود از آقا امام حسین علیه السلام، و در لحظه ای که آقا امام حسین علیه السلام رو دید گفت آقا ابوفی وفا کردم. آقا امام حسین آقا ابوالفضل رو در آغوش گرفتن، جان برادر چه بر سر صورت تو آمده است، با مژگانم صورتت را پاک می کنم، با وجودم دلت را پاک می کنم، عباسم، عباسم. مولای مهربان،
هر آنچه را که گفتیم اگر قاصر بود و کم تو ببخش. مولای مهربان، قلب و قلم و قدم و زبان و ذهن وجودمون رو برای خودت به حرکت در بیار. آهای مردم دنیا، اینجا ذریح و بارگاه آقا ابوالفضل عباسه. درد دل کنید، حرفاتون رو بزنید، بگید. من از دوستم میخوام که اون صدای زیبا رو بذاره و شما هم با این فضا لذت ببرید، انشاءالله که قبول باشه. زیارتتون قبول باشه انشاءالله. خوبان من، لحظاتی که در کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام بودیم، داشتم به اون صحنه ها فکر میکردم، به اون لحظاتی که اون عشق بازی که دو برادر با هم دیگه میکردن. حقیقتاً وجودم منقلب شد از این همه عشق، این همه وفا، این همه بزرگواری. انشاءالله که خداوند قسمتتون بکنه اینجا حضور پیدا بکنید در کنار ذریح و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و همچنین آقا امام حسین علیه السلام. اما دانه های مروارید عشق هایم را به نخ می کشم. دانه های مروارید عشق هایم را به نخ می کشم و به 101 که رسید آن را گره می زنم و با آن دانه های عشق هایم شروع می کنم به گفتن. عذرخواهی می کنم. و با آن دانه های عشق هایم، تسبیح عشق هایم شروع می کنم به ذکر گفتن. استغفر الله ربی التوبه و علی، استغفر الله ربی التوبه و علی، استغفر الله ربی التوبه و علی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما، سلام بر بیننده های عزیز محترم. انشاءالله روزتون و سایر اعمال و عبادات و طاعات قبول باشه. صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر فرمود صوم و تصحو. ما تو این برنامه روزه و تندرستی، همون حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، رو صوم و تصحو. تو این قسمت صحبت میکنیم که
در حال روزه گرفتن یا شروع کردیم روزه گرفتیم، بعد از 10 روز چی کار انجام میشه برای عضلات بدنمون؟ ما صحبت کردیم بابت کبد و کلیه و خون و این چیزها. الان میبینیم چجوری آدم لاغر میشه برای سلامتی بدن، برای حفظ سلامتی بدن. اونها که روزشون تمومه، بعضیا که مشکلات هورمونی یا مشکلات افسردگی ندارن، در حال طبیعی هستن، چه وقت روزه میگیرن ضعیف میشن، لاغر میشن. اما بعضیا در حال روزه، در حال روزه گرفتن چاقتر میشن. خانم ها و آقایون که چاق هستن معمولا 80% ازشون چاقتر میشن در حال روزه گرفتن. اونها که لاغر هستن، 80% از خانم ها و آقایون که لاغر هستن بازم لاغرتر میشن در حال روزه گرفتن. این دلایل خاص هم داره، شرحش هم مفصل و زیاد میشه. انشاءالله تو برنامه های بعدی صحبت میکنیم، شرح میکنیم مفصل بابت چرا این لاغرتر میشه، چاقتر میشه. اما ما الان صحبتمون بابت تندرستی بدن و چی کارهای، چی جنگهای میافته داخل بدنمون و مبارزهای ضد سلول های پیر و مرده و وایروس و میکروب و عفونت و این چیزها. الان رسیدیم به قسمت عضله. عضله های بدنمون، بافت عضله جمع میشه. تو بافت عضله چند تا چیزی جمع میشه. یکی از این چیزها که خود چربی که ذخیره میکنه، کبد ذخیره میکنه چربی ها زیر پوست و در بافت عضله. یکی از چیزهای دیگه که ذخیره میشه در عضله آب، مایعات، بعضی از مایعات که ضرر داره برای بدن. اگر مشکلات کلیه داشتیم یا بعضی از مشکلات قلبی داشتیم، این یا استفاده کردن از نمک زیاد، این مایعات جمع میشه در بافت عضله. چیز دیگر که جمع میشه در بافت عضله، ما عضله خودش کار میکنه، ولی جاهای از عضله، هر عضله ما میگیم خامل یا خابیده یا تنبله. این جای تنبل عضله جمع میشه چی؟ رسوبات خون. برای چی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت توصیه میدن به حجامت؟ که این رسوبات خون یا خون که کثیف مونده در این بافت های عضله میاد بیرون. الان خیلی ها حجامت انجام نمیدن و قانع نیستن، یا مخالفن یا میترسن از حجامت. کی انجام میده کار حجامت؟ روزه گرفتن ماه رمضان کامل 30 روز، روزه اسلامی از سحر تا افطار، از شروق شمس، از اذان صبح تا اذان مغرب، این انجام میده کار حجامت. تقریبا عضلات بدن بستگی داره، هر عضله به جاش و کارش. بیشترین چیزی منکمش میشه، کوچیکتر میشه عضله به نسبت 40%. این بیشترین چیزی، نه در طور عموم به کل مردم ها، نه بعضی ها 5%، بعضی ها 10%، بعضی ها 20%، بعضی ها 2%، بعضی ها نه منکمش نمیشه اصلا. برای چی؟ دلیلش چیه؟ دلیلش که چقدر ذخیره کبدمون، بدنمون چقدر ذخیره داره، انرژی چقدر ذخیره داره. اگر انرژی ذخیره نداره به صورت قند یا به صورت چربی و این چیزا، میاد از بافت عضله، میاد دنبال اونها که الان تو عضله ذخیره شده، از چربی گفتیم، از اون سلول های پیر، از اینا که میاد هجوم میکنه و تجدید میکنه این سلول ها،
که بدنمون بیشترین چیزی 40% در بزرگترین در بیشترین حالت منکمش میشه، عضلات بدن کوچیکتر میشه. این کوچیکتر میشه نه معناش سلول های عضله کمتر میشه، یا مثلا به فرض میگیم 1000 سلول داریم میشه 500، نه 1000 سلول میمونه همون 1000 سلول، ولی حجمش مثلا حجمش اینقدری، تشبیه میدم اینقدری کوچیکتر میشه، اینقدری میشه یه خورده کوچیکتر میشه، اینقدری حجمش کوچیکتر میشه. چیه؟ این که چربی ها و مایعات و مواد اضافیه که در عضله جمع شده و سلول های پیر و مرده از بین میره، منکمش میشه، کوچیکتر میشه. خب الان رسیدیم به پایان این قسمت از برنامه روزه و تندرستی. انشاءالله به قسمت بعدی این برنامه شرح میدیم بقیه عضله و برخصوص عضله قلب آیا کوچیکتر میشه یا کوچیکتر نمیشه عضله قلب. عضله قلب هم یکی از عضلات بدن. التماس دعا داریم یا علی. بسم الله. خیلی خیلی خوش آمدید به دوباره مهمانیم. صحبت و حرف در مورد اینکه انسان میتونه چقدر در این زندگی خوشبخت باشه و چقدر فرصت داشته باشه از این خوشبختی استفاده بکنه بسیار زیاد هست، و همونطور که به زندگی فکر میکنیم خوبه که به رفتن هم فکر بکنیم. یه روزی همه ما رفتنی هستیم و چه خوبه که در این زمان کوتاهی که داریم بدونیم چه کار کردیم و کجا هستیم و کجا قراره بریم. یک حکایت خیلی قشنگی هست و زیباست که من داشتم الان میخوندمش، خیلی جالبه و میخوام براتون در حقیقت بخونمش. به این صورته که یک شخصی میاد سراغ یک آقای روحانی و بهش میگه که من رفتنی هستم و هیچ چاره ای هم ندارم. آقای روحانی بهش میگه که خب دکتری، دکتر داخل، دکتر خارج؟ اون آدم میگه که نه هیچ فایده ای نداره، بالاخره باید برم. میگه خب حالا چه کار؟ میگه من یه سوال دارم از شما. بگو، سوالت رو بپرس. میگه اون زمانی که من به هم گفتن که تو رفتنی هستی، کارم شده بود قصه خوردن و توی خونه موندن و تو خونه مونده بودم و قصه میخوردم که مرگ بیاد سراغ من و برم. اما یه روز به خودم اومدم و به خودم گفتم که خب حالا تا کی؟ بالاخره اگه مرگ هم خواست بیاد، میاد دیگه هر جا که من باشم. و اومدم و شروع کردم به کار کردم. اما کار کردنم این دفعه یه شکل دیگری بود. با مردم مهربان تر بودم چون میدونستم رفتنی هستم. نگاه هاشون نگاه دیگری نگاهشون میکردم. می آمدن سرم کلاه میذاشتند و میرفتم و من هم میگفتم بذار دلشون خوش باشه، فکر کنن سر من کلاه گذاشتن. من با مهربانی از کنار همه اینها گذشتم. گذشت و گذشت و انقدر در وجود خودم خوبی به وجود آوردم که دیگه مریض نبودم و انگار که خوب شده باشم. و چیزی که هست اینه که الان آمدم و میگم چقدر آدم میتونه نسبت به کارهایی که داره انجام میده، کارهای خوبی که انجام میده، میتونه از خدا فرصت بگیره. اون مرد روحانی در میاد و میگه که تا آخرین لحظات زندگیتم، تا آخرین لحظات زندگیتم اگر خوب باشی و مهربان و همه کارهایی که خدا گفته رو انجام بدی، خدا برای تو حساب کتابش سر جاشه. بعد ازش پرسیدم که خب حالا چقدر دیگه وقت داری؟ گفت نمیدونم، شاید 1 ساعت، شاید 1000 ساعت، شاید 1000 روز. با خودم یه فکری کردم، دیدم که منم همینقدر فرصت دارم.
درسته. آدم ها سراغ هر دکتری هم که برن بهشون میگه که بالاخره آدم رفتنیه، دکتر داخل و خارج از کشور نداره، بالاخره همه رفتنی هم. اگه این مد نظرمون باشه و هیچ چاره‌ای هم نداره و هیچ علاجی هم نداره و اگر این گوشه ذهنمون باشه که همه ما رفتنی هستیم و هیچ علاجی هم نداره و هیچ دکتری هم نمیتونه ما رو زنده نگه بداره، مسلم نگاهمون جور دیگری خواهد بود، مهربانتر خواهیم بود، زیباتر نگاه خواهیم کرد و همه کس و همه چیز رو دوست خواهیم داشت. خوبان من، ما هممون خادمان آقا امام حسین علیه السلام هستیم اگر بپذیرن، اگر بپذیرن انشالله که همه شما جز خادمان آقا امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باشید. اما طبق قولی که به شما خوبان دادین، چرا؟ بسیار خوب، بسیار خوب. فقط من اسمشو میگم، میخواستم آیتم پیر غلام رو خدمت شما خوبان معرفی بکنم. البته تا زمانی که این مشکل مرتفع بشه در خدمت شما خوبان هستم. بله، داشتم خدمت شما میگفتم که اگر انشالله که همه ما جز خادمان آقا امام حسین علیه السلام باشیم، جز خادمان آقا ابوالفضل عباس علیه السلام باشیم و اسممون توی اون توماری که قرار نوشته بشه جز نوکرای آقا امام حسین علیه السلام باشد انشاءالله، انشاءالله. داشتم یه روایتی بود چند وقت پیش برای شما خوبان گفتم، خوبه که یه بار دیگه هم بگم، شاید یه عده نشنیده باشن. زمانی میرسه که روز محشره و روز محشر همه دارن میرن، یا بهشتی ها میرن بهشت، جهنمی ها میرن جهنم، اما عاشقای آقا امام حسین علیه السلام دور آقا امام حسین علیه السلام جمع شدن. فرشتگان میان سراغ مردم، سراغ آدم ها، آقا بهشت بفرمایید. همه اون آدمایی که اونجا هستن میگن ما داریم بهشت رو میبینیم، ما حسین بهشت رو بدون حسین نمیخوایم. پس انشالله که ما جز خادمان آقای امام حسین باشیم و جز اون آدمایی باشیم که اون روز در دور آقای امام حسین علیه السلام حلقه زدند و دارند از حضورش لذت میبرند. اما خادم امشب، خادم الحسین، مرحوم حاج مشهدی خداداد عزیزی، انشالله که خداوند روحشون رو قرین رحمت و مهربانی خودش بکنه، این خادم امام حسین علیه السلام رو و همه خادمان آقا امام حسین علیه السلام رو انشالله که خداوند روحشون رو قرین رحمت و مهربانی بکنه. برای همه این بزرگواران مخصوصا این پیر غلام عزیز صلواتی با هم میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما یادمون نره، بذارید من این ویلچر رو بیارم، یادمون نره که به پیر غلام ها احترام بذاریم، به موی سپید احترام بذاریم، با آدم هایی که ممکنه روی این ویلچرها نشسته باشن احترام بذاریم و به همسایه هامون، به دوستانمون، هر کسی که نیازمنده، هر کسی که ممکنه که دست نیازی به سوی شما و دیگران دراز کرده باشه، شما اون دست رو بگیریم. و این اوج معرفت و انسانیته که کسی دست زمین افتاده ای رو بگیره. این یعنی انتهای مهربانی، انتهای عشق به انسانیت، به بشریت. بیایم و این کار رو بکنیم، یه نگاه دیگری بکنیم، پدرانمون، مادرانمون رو یک نگاه دیگری بکنیم و از سر احترام و سر عشق بریم و دست و پاهاشون رو ببوسیم و ازشون بخوایم که برای ما دعا بکنن، دعا بکنن که انشالله عاقبت به خیر بشیم، خودمون، فرزندانمون، همسرانمون، همسایه هامون، دوستانمون، هر کسی. و این اتفاق اگر بیفته، برای همدیگه دعا کردن خیلی تأثیر داره. من برای شما دعا میکنم، شما برای من دعا کنید. این الان من و شما رو که میگم در حقیقت کلی تر بهش نگاه بکنید. مثال
بیاین برای همدیگه دعا کنیم. پس بریم امشب هم نماز هر شب رو که شما تقدیم شما میکردیم که بسیار ارزشمند و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد نمازهای این شبها هم گفتند و بسیار هم زیبا گفتند رو با هم ببینیم و برگردیم. گاهی خدا با دست‌های تو دست دیگران را می‌گیرد و گاهی خدا با زبان تو کلام زیبایی را بیان می‌کند و گاهی خداوند با نگاه تو، با زحمت تو، با قلم تو، قدم تو گره‌ها را باز می‌کنه. به اینا توجه کن. توجه کنیم وقتی داریم این کار رو میکنیم، مسلماً خدا خواسته این اتفاق بیفته و خدا عنایت ویژه‌ای به ما داشته که این اتفاق افتاده. انشاءالله که همه ما جزء اون کسایی باشیم که خدا انتخابمون کرده بابت این که دست همدیگر رو بگیریم. خوبان من، از اینکه برای ما محبت میکنید و مطالب ارزشمند میفرستید، عکس‌های ارزشمندتون رو میفرستید، عکس فرزندانتون، سفره‌هاتون رو برای ما فرستادید، بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله تو چند روز آینده باز هم سفره‌ها رو خواهیم داشت و باز هم عکس کودکان شما رو خواهیم داشت و انشاءالله که بتونیم تو روزهای آینده، تو این روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان، لحظات قشنگ و نابی رو با هم دیگه سپری بکنیم. خوبان من، بیایم دست دعا برداریم، دست هامون رو به سوی خدای بزرگ ببریم و در این غروب دلانگیز، غروبی که لحظاتمون پر باشه از عطر خدا، نور خدا، عشق خدا و رنگ خدا، دست هامون رو بالا ببریم. اولین کاری که میکنیم برای ظهور مولامون آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج و شریف دعا کنیم. اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج. مراقب مهربونیاتون باشید، مراقب خوبیهاتون باشید. دعاتون میکنم، دعامون کنید. دوستتون داریم. یا علی مدد. من کبیرم خسبارونم کن، میدونم که خیلی بنده بدم، از کسه تو دم زدم، التماست میکنم به این شبا، ای خدای مهربون نکن ردم. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خسبارونم کن. کربلا سبحان